اللهم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اجل فرج مولانا صاحب الاسر و الزمان عبد فراریم به درگهت باز آمدم اقرار می کنم که گنهکارم و بدم اعلان صلح و آشتی از جانب تو بود باور نمی کنم که بخانی کنی ردم سنگینی گناه ز پایم فکنده است جستو کسی دستگیرد و جستو که بخشدم جستو کی دستگیرد و جستو که بخشدم ای وای من که چون به درت توبه می کنم سر میزند دوباره گناه مجددم با آن که عهد خیش شکستم هزار بار این دفعه هزار و یکم باز آمدم خواهی ببر به دوزخ و خواهی ببر به هشت من عاشق محمد و آل محمدم من عاشق محمد و آل محمدم سلام و عرض ادب داریم خدمت تک تک شما مهربانان و خوبان امیدوارم که خوش و خندان باشید در هر جای عالم که هستین بینندگان عزیز شما بیننده برنامه به وقت بیداری از شبکه جهانی هاد تیوی از شهر مقدس نجف اشرف جوار بارگاه ملکوتی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه و سلام به طور زنده و مستقیم هستید امیدوارم که تا آخر برنامه با ما همراه باشید با احترام و افتخار در محضر کارشناس عزیزمان حجت الاسلام و المسلمین سید مرتضی متحری هستیم سلام علیکم جناب استاد خیلی خوش آمدید علیکم سلام و رحمت الله من علی سلام عدب دارم خدمت شما و بینندگان محترم و کانال شبکه خوبی حادی تیوی از پروردگار عالم می‌خوام که رحمتش، توجهاتش، عنایاتش را شامل همه مؤمنین بنواید الله در خدمت شما هستیم سلامت بینندگان عزیز همان طور که میدانید موضوع بحث ما اختصاص دارد به شرح و تفسیر دعای کمیل در جلسات قبل استاد عزیزمان عرض کردن که چه اعمال باعث قبولی تاعت می میشد چه کارهایی باید انجام بدیم تا اعمالمان قبول بشه که بحث را الحمدلله تمام کردیم و در ادامه در فرازهای دعای کمیل رسیدیم بسم الله الرحمن الرحیم و اعمال عندك مقبوله حتی تكون اعمال و اوراد کلها ورده واحدا و حالی فی خدمتك سرمدا یا سیدی یا من علیه معولی یا من علیه شکوت و احوالی یا رب یا رب یا رب از استاد عزیزمان خواهانیم که این فرازهای مبارک دعای کمل را برای ما توضیح اجمالی عنایت بفرمایید بسم <applause> الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سيدنا ونبینا محمد و آله و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین حضرت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در این فرازهای بسیار نورانی و زیبای دعای پروفیز کمیل با خداوند کریم اینگونه مناجات می‌کند پروردگارا از تو میخواهم به قداست و پاکیت به حق خودت و بزرگی صفات و اسماعت اینکه که اوقات مرا لحظات عمر مرا با ذکر و یاد خودت با ذکر و یاد خودت آباد گردانی یعنی هیچ وقت از یاد تو غافل نباشم و به خدمت که موصوله و شب و روزم در خدمت تو باشه یعنی شبم به روز در خدمت تو برسه و روزم به شب یعنی شب و روز در خدمت تو و در خدمت دینت باشه و اعمال عندک مقبوله و اعمالم در نزد توی پروردگار عالم قبول باشه حتی تکون اعمال و اوراد کلها وردن واحده تا که تمام اعمالم یک چیز باشد یک ورد باشه یک ذکر باشه و اون یاد توست چه حرفی میزنم اعمال انجام میدم نمازی میخوانم کاری میکنم همش یک ذکر باشه یک وجهه داشته باشه یک حقیقت داشته باشه و آن ذکر و یاد توست که اینها را اجمالا جلسه قبلی خدمت بینندگان محترم توضیح دادیم بعد حضرت امین صلوات الله علیه میفرماید که و حال فی خدمت کسر مدا یا سیدی یا من علیه معولی ای پروردگار من ای سید من ای سید من ای کسی که اعتمادم و توکلم بر اوست یا من علیه معول یا من الیه شکوت و احوالی آیا کسی که من احوالم را و حالاتم را فقط به او عرضه می کنم و شکایت میکنم بعد حضرت باز تکرار می کند یا رب یا, رب، یا, رب، یا رب. قوی علی خدمت که جوارحی خدایا قوی بگردان در مسیر خدمت خودت اعضای و جوارحم را جسمم را قوی علا خدمتهت قوی کن نیرومند کن که در مسیر خدمتی تو توان داشته باشم ضعف نداشته باشم وشدد على العزیمت جوانحی تصمیمم را جوانح یعنی تصمیم و اراده درونی را استوار کردم وشدد على العزیمت جوانحه یعنی اینکه بتونم واجبات را انجام بدم و حبلی الجد فی خشیتک و ببخش به من عنایت کن به من لطف کن به من و حبلی الجد فی خشیتک جدیتی در خوف از تو و خشیتی از خودت را یعنی همیشه از خوف و خشیت تو بهره داشته باشم بترسم از عدل تو بترسم از روز قیامت بترسم از جباریت و قهاریت تو و جد بعد میفرماید که حضرت امیر صلوات الله علیه در جمله بعدی و دوام فی الاتصال به خدمتک دوباره تکرار اون در واقع معنای جمله قبلی که خدای مرا دائم متصل به خدمت خودت قرار بده و نگهدار دار نکته ای که در اینجا در صدر بحث میشه عرض کرد حضرت میفرماید که یکی از خواستهای های حضرت اینه که خدای اعمالم رو قبول کن ما یک قبولی اعمال داریم یک انجام عمل داریم دو چیزه یعنی گاه انسان تلاش میکنه سعی میکنه که عملش رو انجام بده و انجام میده این کار ماست انجام عمل که تکلیف را از گردن ما ساقط میکنه ظاهرا ولی این که آیا این عمل نزد خداوند قبول میشه یا نمیشه این بستگی داره به یک سری آداب و شرایط مثلا گاهی انسان فقط تون تون میره دور کد نماز میخونه تکلیف ساکت کرد از گردنش نماز خواند نمیگه شما نماز نخوندی نماز خوانده ولی آیا این نماز قبول شده نزد پروردگار عالم یا نشده این بسیار مهمه که اگر انسان در روز قیامت میگه یک تا نماز قبول شده واقعی نزد خدا داشته باشه کار انسان حل میشه چی بسیاری از اعمال را انسان انجام میده اما نزد پروردگار عالم قبول نشده باشه گاه یک نماز میخوایم خسته است بی حال کسی نه آداب مراعت میکنیم نه لباس مرتب در نماز میپوشیم دمی تو سعی میکنیم که دو سه دقیقه سر نماز جمع کنیم این نماز اون نمازی که به تعبیر قرآن خداوند میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر نماز انسان را از فحشا و منکرات نجات میده حالا این که نماز ما را باز میداره از فحشا و منکرات بستگی داره به اینکه چی نمازی باشه اگر کسی نماز میخونه در عین حال دروغ میگه نماز میخونه در عین حال غصب میکنه رشوت میخواد که امروز ما زیاد داریم دیگه متاسفانه سود میخوره پول میفروشه سود بین دوباره سود میگیره ریبا میگیره فرض من یک چی میگن یک لگه قرض میده یک لگه بیست دار میگیره بعد اینکه متاسفانه خیلی زیاد شد در این واقعه این رباست ربا جنگ با خداست بنابرای تعبیر قرآن یک کسی که بخوره اول قرآن صریح میفرماید در آخرین آیات سوره مبارکه بقره در جزء سه خداوند کریم میفرماید که احل الله البيع وحرم الربا خدا ربا حرام کرد ریبا حرام اما سود گرفتن بعد در آیه دیگر خداوند کریم میفرماید که در چند آیه بعدش که اگر کسی ربا بخوره به بحرب من الله و رسول اینا در واقع با خدا و پیغمبر داره می جنگ یعنی اگر کس خدایی نکرده این کار انجام بده که نماز بخوانه، ربا بخوره نماز بخونه اهانت کنه به مردم نماز بخونه از گناهان به تعبیر دیگر دست نکشه این نماز نماز واقعی قبول شده نیست درست تکلیف ساقط شده نمازش خوانده ولی اون نماز واقعی نیست ولی زیرا حضرت امیر دعا میکند خدایا اعمالم را قبول کن بپذیر در دفتر شای اعمالم ثبت بشه مورد رضا و پسند تو باشه روزه میگیره طرف همینطور پس اون چی که مهمه قبولی هم. ما تلاشمون باید این باشه ما از این جمله حضرت امیر سلام الله علیه که در ضمن دعا و مناجاتی که با پروردگاری عالم در این دعای پروفیز و کمیل داره شبهای جمعه حضرت با این کلمات خدا رو میخوان و مناجات میکند یکش اینه که خدایا این اعمالی که من انجام میدم اینا رو بپذیر تنها مسقط تکلیف نباشه که تکلیف از قدر من ساقط شد بلکه موجب جلب رضای تو باشد تو رو خوشحال کنه و موجب جلب رحمت و عنایت تو باشد و مرا هم در روز قیامت نجات بدهد و اثاراتش در دنیا در وجود من در زندگی من در اعمال من در اخلاق من روحیات من ظاهر شود و اعمال عندک مقبوله لذا ما در روایت از حضرت زهرا علیه السلام داریم حضرت می کسی که مضمون کلام حضرت یعنی کسی که روزه بگیرد ولی زبانش رو حفظ نکند چشم گوشش حفظ نکند از اون روزه چه سود یعنی این روزه قبول نشده درست تکلیف ساقط شده از گردنش نه خورده یا نه یاش مبتلات روزه را انجام نداده اما اگر اعضا و جواره انسان همه روزه دار نباشه حضرت زهرا سلام الله علیه ها می چه فایده داره این روزه پس یعنی این روزه قبول نشده یا در روایت دیگری داریم که بعضی ها از روزه گرفتن جز گرسنگی و تشنگی و خستگی چیز عاید حالشان نمیشه با اینکه روزه گرفته تکلیف ساقط شده قضا برگردنش واجب نیست اما اون روزی که رضایت خدا را جلب کنه رحمت خدا را جلب کنه و تأثیری در دین انسان در اخلاق انسان در روحیات انسان در خانواده انسان و فرزندان انسان داشته باشه نداره لذا چون قبول نشده و چیزی که قبول بشه قطعا پروردگار عالم جزایش رو میده پاداشش رو میده عنایت میکنه چون آیات متعدد قرآن و روایات متعدد این حقیقت را بیان میکند که هر عملی که انسان انجام بده خداوند پاداشش را عنایت میکند در بعض روایت ها سره بیان شده پاداش روزه چیه پاداش نماز چیه پاداش خون زکات چیه پاداش احسانی به مردم چیه ولی همین که ببینیم این پاداش در زندگی انسان ظاهر نمیشه این قبول نشده پس ما در ضمن که عمل رو انجام میدیم اول سعی کنیم که با آداب و شرایط و اون ویژگی هایی که از ما خواسته شده باید با لوازماتش به تعبیر درست تر دقیق تر در نماز خضوع و خوشا داشته باشیم ببینید دوستان پیندگان محترم یک عده هست وقت نماز میخوانه هی تون تون در حالی اگر آرامان بخوانه بیش از ده دقیقه طول نمیکشه ساعت ها عمرش به تباهی میگذره به خواب میگذره به دیدن فیلم ها میگذره به بازی با گوشی میگذره ساعت ها عمرش در به بتالت و گمراهی سپری میشه اما وقت نماز که میشه میخوای فرصت رو غنیمت بشماره استفاده ای تون تون نمازش رو میخونه نه این بده و ما در روایت داریم که بدترین دوزده اینه که انسان از رکوع و سجود نمازش بدزده این درست نماز نخونه سعی کنیم در نماز خصوصا چون اگر نماز انسان درست شد نماز انسان از زشته ها باز میداره اگه قبول شد وقتی انسان گناه نداشته باشه بقیه هم درست میشه و نماز در واقع کلید قبولی سایر اعماله و در روایت هم داریم که وقتی روز قیامت میشه اولین چیزی که از انسان سوال میشه نماز اگه قبول شد از دیگرایش هم میپرسه بعدن نماز از روزه و خمس و زکات و حج و الی آخر از میپرسه بعد رد نمیشه انسان به هر حال نمره میده اگر انجام داده باشه ولی اگر نماز قبول نشد او اعمال هر چی کاملا بکنه به درد نمیخوره لذاست که سعی کنیم آداب نماز رو مراعات کنیم ده دقیقه بیشتر وقت نمیگیره یا ای میخوا نماز میخوام ر... در سه دقیقه الی چهار دقیقه تمام میکنیم سعی کنیم یک سه چهار دقیقه دیگه میضافه چی اشکال داره در حالی که امور ما دست خداست تمام امور دست پروردگار عالمه خدا خیر و برکت عنایت میکنه تسبیح حضرت زهرا علیه السلام تاکید شده که نه از اموری است که باعث قبولی اعمال میشه لذا گفت تاکید که در نماز لباس نظیف مرتب بپوشید وقت نماز را مراعات کنید عطر استفاده کنید الاخر اگر الاخر حسنا فرق نمیکنه آقای باشه خانم باشه در صورتی که خانم ها در جمع نباشه در بین مرد در اون عطر بیرون و تعبیر یا بوی عطرش به مشام نامحرم نرسه اینا تاکید شده که این آداب به هر میزانی که ما این آداب را مراعات بکنیم خصوصا خضوع و خشوع در نماز را ترک اعمال حرام هم اینها باعث میشه که اینا اثر معنوی داشته باشه و وقتی اثر معنوی آشکار شد نشانش اینه وقتی آثار نماز آشکار بشه میگه سوال شد که ظاهر هم روایت و از یک از بزرگان هم سوال میشه چگونه بپرسیم نماز ما قبول شده گفتن ببینید اگر از نماز صبح تا نماز ظهر گناه نکردید یا از نماز ظهر تا شب را گناه نکردید معلوم قبول شده چون نماز از فحش و منکر باز می‌دارم یعنی انسان در معرض گناه باشه در کوچه و بازار باشه چشمش رو حفظ کنه در معاملات باشه دروغ نگه خیانت نکنه جنایت نکنه زمینه گناه باشه گناه نکرد معلوم نمازش قبول شده پس ما سعی کنیم تلاش کنیم که با آدابش انجام بدیم و از نشانه قبولی اعمال همین ظاهر شدن آثاری عبادت و بندگی در وجود انسانه پس قبولی اعمال خیلی مهمه و چی بسا فردا پرونده رو باز میکنه که انسان زیاد نماز خوانده ولی یک نماز قبول شده نداره یا یک روزه قبول شده نداشته باشه خیلی بده پس ما هم دعا کنیم و هم تلاش کنیم همونطوری که قرآن دو تا بال برای انسان معرفی میکند یکی در سوره مبارکه نجم خداوند کریم میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ان ليس للانسان الا ما صحب. به میزان و تلاشش بهرمندی داره درسته؟ میتونه چیزی بگیره یعنی خوب این در امور دنیایی هم اینطور این هر بیشتر کار کنه بیشتر پول میکنه بیشتر زحمت میکشه بیشتر راحتی داره و بال دیگر رو در آخرین آیه سوره مبارکه فرقان خداوند کریم بیان میکند و ان لیس للانسان و قل ما یعبؤ بكم ربی لولا اوکم یا رسول الله به مردم بگو که اگر دعای شما نباشد پیش خدا ارزش ندارید خدا به شما ارزش قائل نیست پس دعا و تلاش هر دو تا مهمه تلاش از ما آداب و شرایط مراعات کردن ما. و از خودم طلب کنیم خداوند به لطف و کرمش همون طوری که وعده داده دعا را اجابت میکنه و قبول میکنه لذا حضرت امیر علیه السلام اینجا دعا میکنه و اعمال عندک مقبول خدای اسالک به حقک و قدسک و اعظم صفاتک و اسماءك خدای به حق خداییت قسمت میدم تو به بزرگی خودت به پاکی خودت قسمت میدم که ان علی اعمال عندك مقبوله که اعمالم را نزد خودت قبول کن همین نمازی که میخوانم عبادتی که میکنم قبول کن ما هم انشالله از خداوند تبارک و تعالی بخواهیم که اعمال ما را به لطف و کرمش بپذیر جناب استاد <متحد> یکی از چیزهای یکی از اموری که در آموزه های دینی خیلی زیاد تاکید شده توکل کردن بر خداوند که انسان در همه حال و در همه شرایط باید توکل به خداوند بکنه راجع به توکل کردن به خداوند توضیح بیشتری نهایت بفرمایید که چطور انسان توکل به خداوند بکن حضرت امیر صلوات الله علیه در این فرازها یکی از خواسته هاش اینه که خدا می خدای من به تو اعتماد دارم وقتی این خواسته از خدا طلب میکنه خدای اعمالم رو بپذیر بعد میفرماید یا من علیه معولی این اینا که از خدا میخواهد و اعمال عندک مقبول حتی تکون اعمال و اوراد کلها گرد واحدا بعد میفرماید که که اعمال من را قبول کن یا من علیه معوله آیا کسی که اعتماد من به اوست کسی که من توکلم بر اوست یعنی حضرت این را در به عنوان یک وسیله بزرگ استفاده می کند به عنوان یکی از مهمترین و راه و گشاترین امر و کار و وسیله برای رسیدن به حوائجش و جلب رحمت پروردگار عالم و جلب نظر پروردگار عالم استفاده می خواهد. یعنی من از تو میخواهم کسی که اعتمادم به توست من به تو اعتماد کردم توکل از زیباترین صفات و از مهمترین صفات انشالله الله توضیح بیشتری در خدمت شما هستیم <applause> بینندگان از وقفه کوتاه داریم انشاءالله بعد از وقفه کوتاه با ادامه بحثمان در خدمت شما خوبان و عزیزان خواهیم بود الله بهم اغفر لي الذنوب التي اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب اذنبت أذنب وكل خطيئه اخطاتها شغت بشوارب اللهم اني اتقرب اليك بذكره واستشفع بك الى نفسي وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك ببين سجل يوم خدا خدا اللهم اني اسالك زال خاضع متذلل خش ان تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الاحوال متواضعه اللهم واسالك السؤال من اشتد بقته وانزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت ولا يمكن الفرار من حكومتك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد آل محمد و عجل فرجهم سلام و مجدد داریم خدمت همه شما خوبان و مهربانان بحثمان در مورد توکل کردن به خداوند بود که انسان در همه حال باید توکل به خداوند بکند که متاسفانه وقت کم بود و الان در خدمت استاد هستیم ان الله با ادامه بحث بفرمایید بسم الله الرحمن الرحیم اصلا توکل چه هست معنای توکل خب اجمالا همه میداند تمام مؤمنین و بینندگان محترم متوجه هستن که توکل یعنی چی نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله از جبرائیل سؤال کرد که راجع به معنای توکل معنای توکل چیست است؟ جبرائیل فرمود العلم بان المخلوق لا یضر ولا ينفع یعنی این که انسان علم داشته باشه بدانه که مخلوق بدون خواست خدا نمیتونه به انسان ضرر برسانه نمیتونه به انسان نفع برسانه نمیتونه به انسان عطا کنه چیز رو بده نمیتونه از انسان چیز رو بگیره و انسان رو محروم کنه و ناامید بودن از دیگران توکل یعنی فقط این که انسان خدا را وکیل امرش قرار بده و از دیگران ناامید باشه حالا درست خب بعضی ها شاید سوال کنه که اگه معنای توکل اینه حالا خیلی از ما هم بریم در خانه دیگران خیلی ها میریم دعای توسل میخوایم دعای کمیل میخوایم بریم از دوستانیمون زندگی اجتماعی ببینید اینها همه به اذن پروردگار عالم ما ائمه را واسطه قرار میدیم امر دست پروردگار عالمه آنها حجت‌های های خداست آنها واسطه است بین خالق و مخلوق و راجع کسانی که در اطرافمون هستند راجع به مؤمنین و همسایه هایمون مردمی که داد و ستد داریم اینا اموری که خداوند به لطفش اینها را اجرا می کند به قلب یک مؤمن می اندازه که حاجت ما را بده با طلب کردن از اون ولی اصلش دست پروردگار عالم اگر خدا نخواهد هیچ کسی دست ما را نمیگیره، هیچ کس هم به ما ضرر نمی رسانه. توکل از مهمترین صفاته و تأکید شده در آیات قرآن در ظاهرا چهل تا آیه است قریب یاشده چهل تا آیه قرآنه که بحث توکل پیش آمده و خداوند تبارک و تعالی امر کرده ما در آیات مختلف میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و علی الله فلیتوکل المؤمنون مؤمنون باید بر خداوند توکل کنه و علی الله فلیتوکل المتوکلون کسانی که می توکل کنه باید به خدا توکل کنه نه به کسی دیگر بعد وعلى الله فتوكلوا این کنتم مؤمنین اگر واقعا شما ایمان دارید به خدا توکل کنید یعنی اینجا توکل شرط ایمانه شرط ایمان یعنی اگر انسان به غیر خدا توکل کنه ایمانش ضعیفه ایمان نداره یا در آیه دیگری خداوند کریم میفرماید که علی الله این ان کنتم مسلمین فعلیه توکلوا این کنتم مسلمین به خدا توکل کنید اگر شما واقعا مسلمان هستید در این آیات و آیاتی دیگر که ان الله يحب المتوکلین خدا دوست دارد متوکلین را کسانی که خدا را وکیل امرش قرار بده وکیل امورش قرار بده خدا هر چی تو انجام دادی ما قبول داریم دستور میده و یکی از ویژگی های مؤمنان در قرآن هم همین بیان میکنند آیه دوی سوره مبارکه انفال خداوند کریم پنج تا صفت برای مؤمنین بیان میکند و آخرین صفتش را خداوند کریم میفرماید که و علی ربهم یتوکلون مؤمن اونهایی هستن که بر, بر, پروردگارشان توکل دارن امور رو به او واگذار میکنند ببینید این توکل از لازمه ایمان ایمانه این واضح حال چه آثاری داره یکی از ویژگی های توکل و از اثرات توکل اینه که م... خدا دست انسان را میگیره قطعا لذا خداوند کریم در قرآن میفرماید و من یتوکل علی الله فهو حسبه هر که بر خدا توکل کند خداوند او را کفایت میکند کفایت میکنه یعنی چی یعنی دیگه تمام امورش اصلاح میکنه دیگه نیاز نیست که بره سراغ کسی دیگر دیگه نیاز نیست که به ای داشته باشه نه خدا کفایت میکنه کفایت یعنی تمام امورش اصلاح میکنه و اثری دیگری که راجع به توکل بیان شده است که خدمت بینندگان محترم بیان بکنیم یک پشتوانه محکم کس که توکل داشته باشه ترس نداره چون پشتوانه قوی داره لذا قرآن کریم میفرماید الیس الله بکافین ای عبده آیا خدا بندگانش رو کافی نیست اگر به او توکل کنه در واقع این استفهام استفهام انکاریه یعنی هست, هست. یعنی خدا شما رو کافی و بهترین پشتوانه پروردگار عالمه و کسی که خدا رو داره چیزی کم نداره و از ویژگی های دیگری توکل تقویت روحیه انسان انسان های متوکل روحیه بسیار قوی داره لذا کسانی که برای مبارزه با جهل برای مبارزه با در واقع انحرافات و ظلم قیام کردند از زمان انبیا گرفته اولیای الهی ائمه معصومین علیه مصلات و سلام بعد بزرگان دین مراجع ما سختیها سختی ها کشیدن خیلی هاشون در این را به شهادت رسیدن لذا روحیه بسیار بالایی داشتن هیچ ترس نداشتن شجاعت میاره به تعبیری دیگه تقویت روحیه و ما در روایت از حضرت امیر صلوات الله علیه داریم حضرت میفرماید که اصل قوت القلب التوکل علی الله اساس قوت قلب توکل بر پروردگار حالم که انسان بر خدا توکل کنه باعث تقویت قلبش میشه و اثر دیگری که برای توکل وجود دارد تسهیل اموره امور آسان میشه انسانی که واقعا به خدا توکل داشته باشه و در هر امر گام بردارد امور برایش آسان میشه و ما در روايات بعض حضرات عليه السلام دارين حضرت میفرماید من توكل على الله هانت له الصعاب وتسهلت عليه الاسباب وتبوء الخفض والكرامه هر کس بر خدا توکل کند هانت له الصعاب مشكلات بر او آسان میشه سختی ها بر آسان وتسهلت عليه الاسباب و امور برایش رو, رو امور زندگیش رو براه میشه فراهم میشه به تعبیر دیگر و تبوء الخفض و الكرامه و در واقع در آسایش و کرامت زندگی میکند این خیلی زیباست خیلی بالاست اگر انسان واقعا از خدا بخواهد خودش رو متصف به این صفت و متلبس به این لباس کنه خیلی جالبه هم بهترین پشتوانه است خیر العماد کل بهترین تکیگاه توکله و تقویت روحی به انسان میده و امور انسان هم چی آسان میکنه دیگه قوت جسم قوت جسم همونطوری که روح رو تقویت میکنه جسم رو هم تقویت میکنه جسم تقویت میکنه لذا رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرماید من احب ان یکون اقوى الناس فلیتوکل علی الله هر کس میخواهد قوی ترین مردم باشه باید بر خدا توکل ببینید شما کسانی که توکلش بر خداست حتی جسم شما تصور کنید به هر میزانی که ایمان انسان قوی بود توکل انسان قوی بود ایمان انسان در واقع قویه توکل بر خدا توکل قوی ناشی از ایمان قویه نشأت گرفته ای از ایمان قویه به هر میزانی که انسان ایمانش قوی باشه جسمش در مقابل مشکلات قویه لذا خیلی از مؤمنین را اذیت های جسمی و آزارهای جسم به آنها میرسوندن تا زیانه ها میزدن تمام بدنشان کبود میشدن آخ نمیگفتن تحملش بالا میره شما در روز عاشورا ببینید دارن که از اصحاب امام حسین علیه السلام وقت حضرت نماز میخوانه، استاد میشه مقابل امام او تیرها مثل تیری اسلحه های امروز که نبوده تیرهای چوبی بزرگ اونقدر به بدنش میخوره تا که مثل بال در میز خار پشت میشه بال در میاره میفته روی زمین یا امام حسین راضی شدی از من ببین چقدر تحمل بالایی داشته گفتن و شنیدن و خواندن اینها سهله اما اما حقیقتش خیلی مهمه گاهی انسان تاب نداره که یک چیز از بدنش بکشه یک سوزنی به بدنش بزنه یک خاری از بدنش. چقدر درد داره اما کسانی که متوکرین آزارهای جسمی به اینها وارد میشه خم به ابرو نمیارن تا زیانه ها آخ نمیگن آخ نمیگن خیلی عجیبه لذاست که اینا از آثار توکله و اثری بعدی که داره دو سه تا اثری بیشترم خدمت مؤمنین عرض کنم پیروزیه یعنی به اون امری که در اون امری که به خدا توکل کنه و انسان گامبردار پیروز میشه آره لذا در روایتی داریم از امام باقر علیه السلام من توکل علی الله لا یغلب هر که بر خدا توکل کنه مغلوب نمیشه یعنی پیروزه به هدف میرسه یکی از نکته ها اینجا خیلی مهمه من عرض کنم یکی از بحران هایی که امروز در جامعه وجود داره بحران ازدواج جوانانه من خیلی واضح بگم خصوصا در ایران دغدغه های مردم راجع به ازدواج بسیار زیاد جوان ها جرئت نمی کنن خیلی پا پیش خب با یعنی سوء ظن به خدا این بدگمانی به خداست و ما روایت صریح داریم که هم آیه قرآن و هم روایت که هر یکی از اسبابی که باعث میشه جلب روزی بشه باعث بشه در رحمت خدا باز بشه ازدواجه آیه در سوره در قرآن کریم کدام سوره است اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انکح الایام منکم و من عبادکم و امائکم جوانان تو به ازدواج هم دیگه در بیارین چیکار میشه ای یکون فقرا یغنیهم الله من فضل اگر آنها اش... نترسید از فقر شما زمینه ازدواج جوانان رو مساعد کنید جوانها برید ازدواج کنید خداوند کریم وعده داده خداوند میفرماید که ای یکون فقرا یغنیهم الله من فضل خدا به لطفش به فضلش به بزرگواریشون ها رو نیاز میکنه اگه فقیر باشن امورشون سحر میکنه لذا آقای امام باقر علیه السلام میفرماید هر کس بر خدا توکل کند مغلوب نمیشه این به هدفش میرسه این بسیار مهمه و در واقع یکی از مشکلات جامعه ما حالا باید باز کنیم بعضی از باز یک از مشکلات جامعه اینه که روحیه توکل ضعیفه و این جوانها در خانواده ها باید ایمان را قوی کرد به خدا توکل رو باید به خدا قوی کرد که امورات رو راه بشه و آثار دیگه و اثر دیگه که بیان شده محو شبهاته بسیاری از سوال ها و شبهات ها با توکل از بین میره رضا امام علی علیه الصلاه السلام من توکل علی الله اضاعت له شبهات هر کس بر خدا توکل کند شبهات برایش روشن میشه واضح میشه که خب این توضیح بیشتری لازم داره که توکل بر خدا در بسیار از اون مثلا خیلی ها در بحث ازدواج در بحث بسیار از معاملات نگرانی ها آینده ما چی میشه مثلا فرض م... نه کاری کار خیره میخوای انجام بدیم آداب و شرایطش رو مساعد بکنیم آماده بکنیم بعد با توکل به خدا میره شروع کنیم دیگه برای شما شبهات و نامعلومی هاش معلوم میشه روشن میشه که انشاءالله خیره یا خیر بیز باید به خدا توکل کرد و اثری بعدی که هست آخرته انسان آخرت رو با توکل به دست میاره همین از آیات قرآن فهمیده میشه ان الله يحب المتوکلین و کسی که خدا دوست داشته باشه خب آخرتش آباده وقتی در دنیا دستش میگیره در آخرت قدم دستش رو میگیره و هم در مناجات 15 آقا امام سجاد صلوات الله علیه داریم حضرت میفرماید اله ان کان قل زاد فی المسیر الیک خدا اگر تو شیرا هم در مسیر تو و در راه تو کمه فلقت حسن و ظن به توکل علیک ولی من با توکل به تو نسبت به تو خوشگمانم حسن زن دارم که دستم رو میگیری من به تو توکل دارم خدای تو دستم رو میگیری و یکی از اسباب نجات توکله حتی در عالم قبل که انسان حتی تصمیم مرگ داشته باشد تصمیم اگر من بیرده مسیح خدا به شهادت برست یا یعنی که گاهی در وضعیت امروزی کرونا و همسار اینها انسان در واقع مرگشون نزدیک میبینه بعضا مریض میشه اینا که واقعا هم سخت خیلی از مؤمنین رو خدا رحمتشون کنه که با این مرض سخت کرونا جان دادن از دنیا رفتن میمیره انسان با کلی به خدا بیمیره درست انسان تقصیراتی داره کوتاهی داره سعی کنه حق الناس ادا کنه بندازه توانی خود تلاش بکنه واجبات به گردن داره ادا کنه تلاش مندگی خود بکنه بعد بسپره به من با توکل به تو پروردگار اگر میمیرم اشکال نداره لذا یک چیزی قشنگ را ج... از یکی از ما خدا رحمتش کنه چند ما قبل در هرات به رحمت حق رفت در اون صفحه فیسبوکش نوشته بود خواندیم چند روز قبل از فوتش سه چهار روز قبل از فوتش بعد مرض کروناش خبر میده بعد میگه که نمیدانم که انتهای این سفرم چی میشه ولی هر چی که او برایم انتخاب کند قبول دارم دوست دارم این خیلی جالب خدا رحمتش کنه هر نمیدانیم که انتهای سفر چی میشه عاقبتم چی میشه ولی هر چی که خدا برای من انتخاب کنه دوست دارم از انتخابی که او برای من کرده هیچ اکراه نداره این خیلی مهمه که انسان واقعا همه امهات و مردنش رو به خدا واگذار کنه و خدا قطعا مهربان تر از آن است ما نمیتوانیم رحمت خدا رو تصور کنیم حقیقتا ما نمیتوانیم رحمت خدا رو تصور کنیم رحمت خدا رو ما در اون آیه میفهمیم سه تا آیه صریحا برای ما بیان میکنه رحمت خدا یکی یکی اینکه خداوند کریم میفرماید به نبی مکرم اسلام دستور میده اعوذ بالله من نب عبادی بندگانم با خبر کن ان انا الغفور الرحیم بندگان رو با خبر که من بسیار بخشنده و مهربانم خب خدا که اصدق و صادقین اصدق بندگانم قائل رو خبر کن نباشید نه ترسید نگران نباشید نبع عبادی با خبر کنید اونا مطلع شوند آیه دیگری دی خداوند کریم میفرماید که کل عبادی الذین و علی انفسهم آیه کسانی که یا بیو به بندگانی که حالا آیه اشتباه نخوانم به بندگانم اونایی که اسراف بر نفس کرده لا تقنتم رحمت الله حالا گناه کردید اسراف بر نفس کردید ناامید نباشید ان الله یغفر الذنوب جميعا همه گناهان خدا میبخشه و از آیه دیگری که بازم رحمت خدا اوج رحمت خدا فهمیده میشه و آیه در سوره طه که خداوند کریم به حضرت موسی و حضرت هارون علی نبی و آله و علیهم السلام میفرماید که اذهبا الی فرعون برین به سوی فرعون انه تقا چون تغیان کرده ادعای خدایی کرده این همه جنایت مرتکب شده هزاران انسان رو به قتل رسانده انسان به را اذهبا الى فرعون فرعون انه تقا فقولا له قولا لینا اما میرید با فرعون به ملایمت و نرمی صحبت کنید برای چی؟ لعله یتذکر او یخشا شاید که بیدار شود متذکر یا بترسد از عذاب من ببینید اگر خب خدا وقت اینجا حضرت موسا و, ها و هارون علیه السلام را میفرسته لعل می با او خیلی به نرمی حرف بزنید به ملایمت و ملاطفت حرف بزنید یعنی لعله یا تذکر او یخشا شاید متذکر بشه بیدار شود یا این که مثلا بترسد این من میبخشم اگر او این کار بکنه من میبخشم ولی بله معنا نداره که خدا دو تا پیغمبر بفرسته که برین با او به خوبی صحبت کنه ولی خداوند بخشش در کار نباشه خب صحبت معنا نداره درسته یا تذکر او یخشا معنا نداره یعنی چی یعنی فرعون با این همه گناه با این همه معصیت که آخر ادعای خدایی میکنه که خدای وجود من خدای شما هستم انا ربکم الاعلا خداوند کریم باز میفرماید که نه فرعون اگر بیایه میبخشه یعنی این دیگه اوج رحمت پروردگار عالم را میرسن که نباید ناامید شه یا اون قصه معروفی که در زمان امام صادق کسی آمد صلوات الله عليه. فلانی روزه نمیگیره چرا گفته شان خلاصه جریانش چرا روزه نمیگیره من خیلی اشاره کنم دیگه توضیح بیشتر نمیدم میگم من رفتم 60 نفر از سادات بی گناه رو کشتم بعد به دستور حاکم 60 نفر از سادات بی گناه رو من کشتم از اولاد زهرا اون نفر آخر گفت که تو پیش خدا فردا چه جواب داری؟ دیگه نماز روزه چه فایده داره برای من آقا امام صادق سلام الله علیه فرمود که گناه ناامیدی او از رحمت خدا بزرگتر است از گناه قتل 60 نفر انسانی بکنه چقدر سخته که انسان از رحمت خدا ناامید باشه لذاست که از آثار توکل به پروردگار عالم یعنی که تمام امورات دنیا و آخرت انسان در تمام ابعاد اصلاح میشه لذا حضرت میفرماید یا من علیه معولی دعا میکند در مقام مناجات و دعای با پروردگار عالم از خدا میخواهد خدا ای کسی که ای کسی که توکل من بر توست اعتماد من بر توست دستم رو بگیر میخواهد که با این صفت و با این ویژگی که حضرت داره بیشتر نظر پروردگار عالم رو جلب کنه خدای من از متوکلین هستم خدای من توکلی به تو دارم و ما از خدا می که با آبروی حضرت امیر و با آبروی خوبانی درگاهش خداوند به ما هم توفیق توکلی بر خدا را به معنای واقعی عنایت کنید ان الله بله بینندگان عزیز همونطور که توجه فرمودید استاد عزیزمان توسط آیات و روایات و بیان فرمودند از اهمیت توکل کردن اگر ما میبینیم در جامعه فعلی مشکلات زیاده دقدقه های زندگی بیش از حد همه اینها از توکل نکردن به خداونده از اعتماد نداشتن به خداونده خداوند به عزت و جلالش قسم میخوره میگوید ای که اگر امیدش را به غیر از من خدا به کسی دیگه ببنده ما امید او را ناامید میکنم یعنی به او چیزی که میخواد اصلا نمیرسانم پس ببینیم که توکل کردن و امید داشتن به خداوند چقدر مهمه که شخصی که توکل نمیکنه توکل به خداوند نداره و اعتمادی به خداوند نداره قطعا اعمال این شخص قبول نمیشه هر چه که اعمال زیاد باشه ان که خداوند ما را از جمله متوکلین قرار بده بینندگان عزیز برنامه ما همینجا به پایان میرسه امیدوارم که از برنامه ما راضی باشید فراموش نکنید که پول ارتباطی برنامه این رو خدا است مثبت 964 780 255 40 13 پیشنهادات داشتین ما خوشحال میشیم که در برنامه از پیشنهادات شما خوبان استفاده بکنیم شما را تا برنامه بعدی به خداوند یکتا میسپارم خداوند یار و مددگار شما <applause>